سوالی که و شبهه‌ای که جناب آقای رستم نژاد مطرح هست اینه که در مورد ائمه معصومین علیهم السلام، وجود مقدس آقا علی ابن موسی رضا امیرالمومنین و همه ائمه، وهابیون به ما میگن که شما قائل به علم غیب هستید. خب ما این رو اعتقاد واقعا داریم، این که از غیب خبر دارن، از آینده خبر دارن، از خیلی چیزهایی که در این عالم اتفاق میفته دارای علم غیب هستن و اطلاع دارن. این شبهه که به ما مطرح میکنن و ایرادی که به ما میگیرن، میگن در حالی که خداوند علم غیب رو حتی از پیامبرش هم نفی کرده، در آیه نورانی قرآن که در این موضوع آمده از پیامبر هم علم غیب رو نفی کرده، شما چطور قائل به این هستید که ائمه معصومین علیهم السلام علم غیب دارن؟ حالا آیاتی هم تو این زمینه آمده که خودتون هم میتونید در انشاءالله در ادامه بهش اشاره بفرمایید. در خدمتتون هستم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله. در ارتباط با این پرسش که ما چگونه قائل هستیم به این که اهل بیتمون عالم به علم غیب هستند، در حالی که قرآن علم غیب را حتی از رسول مکرم اسلام نفی کرده. قرآن دستور میده، خودش خدا به پیغمبرش دستور میده، قل لو کنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير، اگر میگه بگو، تو یه پیغمبر بگو به مردم، اگر من علم غیب داشتم، اگر من علم غیب داشتم میتونستم خیر بیشتری را مثلا برای خودم به نفع خودم جمع بکنم. خب اگه ما علم غیب بلد باشیم چیکار میکنیم؟ تمام ضررها را از خودمون دور میکنیم، تمام آنچه را که به نفع ما هست برای خودمون میتونیم جلبش بکنیم. خدا به پیغمبرش میگه بگو، رسما اعلام بکن که من علم غیب بلد نیستم. این آیه قرآن است، درست هم هست. خدا به پیغمبرش دستور میده بگو، رسما اعلام بکن، لو کنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير و ما مسني السوء. من اگه علم غیب بلد بودم، من اگه علم غیب، این من کیه؟ خود پیغمبر است. اگه من علم غیب بلد بودم، خیر زیادی را جلب می کردم، شر را از خودم دفع می کردم، چون می دونستم فردا به سرم چه خواهد اومد. کسی که بدون فردا چه به سرش خواهد اومد چه کار می کنه؟ خب دفعش می کنه، چیزایی را که مثلا به نفعشه اونا را جلب می کنه. رسمن می گه اعلام بکن که از این خبرها نیست، من بلد نیستم. مثلا راست میگه، این آیه آیه قرآن هست. اما ببینید قرآن یک قانون داره و اون این است که خودش فرمود یک عده هستند جزئی نگری میکنن نسبت به قرآن، یعنی فتنه جویانه میان بخشی از آیات قرآن رو میخونن و بخشش رو رها میکنن و بخشی رو رها میکنن. به قول خود قرآن میگه یه عده هستند میگن نؤمنو به بعضن و نکفرو به بعضن، بعضی رو قبول داریم بعضی رو قبول نداریم، هر چی که به نفع ماست، هر چی که طبق مذهب ما طبق مراممونه اونو میگیم، اما اونورشو نمیگیم. این آیه قرآن هست، درستم هست، مشابهش هم در قرآن داریم، اما آیات دیگه هم هست. به قول خدا یک عده هستن الذین جعلوا القرآن عوین، یک عده هستن قرآن را به نحو جز جز تجزیه شده گزینشی انتخاب میکنن، بخش بخشش نباید بکنیم. اگر بحث علم غیب نسبت مثلا پیغمبر اسلام یا بعضی از اولیای دیگه هست، باید بریم همه آیات قرآن را ببینیم، اون وقت بفهمیم که منظور این آیه چی بوده که میگه تو اعلام بکن من علم غیب ندارم. آیات دیگه میگه که نخیر، یک عده از انسانها هستن که دارای علم غیب هستن، از جمله خود پیغمبر اسلام. پس بنابراین این آیه را داریم، آیات دیگه هم داریم. مثل چه؟ مثلا در قرآن داریم، این رو هم عرض بکنم، اصلا در قرآن آیات زیادی داریم که خدا میفرماید علم غیب را کسی جز خودم نمیداند. خدا میفرماید، بله، آیات فراوانی در قرآن داریم که میگه علم غیب فقط نزد خداست. خب این یه دسته از آیات. آیات دیگه‌ای در قرآن داریم که میاد میگه که یک عده از اولیاء خدا برخوردار از علم غیب بودن. مثلا در قرآن داریم سوره جن آیه 26،
دارد که راجب خودش اولا حرف میزنه، عالم الغیب، خدا عالم به غیب است، دانای غیب خود خداست. فلا یظهر علی غیبه احدا، برای هیچ کس غیب خودش را آشکار نمی کند، خدا غیب را در اختیار هیچ کس قرار نمیده. خب تا اینجا روشن. بعد چی میگه؟ میگه الا من ارتضا من رسول، مگر اون پیامبران، رسول مراد پیامبرانه و میتونه برخی از فرشتگانم باشه، مگر اون عده از پیامبران یا از فرشتگانی که خدا خودش راضی شده. پس معلومه که خدا یه استثناء هم قائل شده. درست. این علاوه بر خودش عده دیگر هم این علم رو بهشون داده. بله، فرمود که عالم به غیب خداست، در اختیار کسی نمیذاره مگر اون پیامبران یا فرشتگانی که خودش اجازه بده. پس معلومه که یک عده‌ای هستن که عالم به غیب هستن. یعنی خود خدا استثناء میزنه. یا مثلا در آل عمران آیه 44 داریم، آل عمران، سوره آل عمران آیه 44، شبیه این رو در یکی دو جای دیگه هم یادم هست در قرآن هست، به پیغمبرش میگه، میگه تلک من انباء الغیب، اینایی که من دارم میگم اینا اخبار غیب است، تلک من انباء الغیب نوحیه الیک، من دارم به سویتی وحی میکنم. پس معلومه که یک عده از خبرهای غیبی رو خداوند در اختیار پیغمبرش قرار داد. گذشته از این شاهدی دیگر راجع به حضرت عیسی، یکی چند جای قرآن اینجوری میگه، میگه که من عیسی چند تا کار بلدم، از اون کارهایی که دست هیچ کس بر نمیاد، از اون کارهای خاص، مثل چه؟ مثل تبر الاکمه والابرس، من ابراء میکنم اون نابینای مادرزاد را، یعنی شفا میدم. بله، نابینای مادرزاد را من عیسی با یه دم عیسوی شفاش میدم. خب اینو قرآن داره میگه. بعد چی کار میکنم؟ احی الموتا، آدم مرده را زنده میکنم. اینایی که دارم میخونم آیه قرآن است، آدم مرده را هم من زنده میکنم. پرنده میسازم، بهش میدمم، این پرنده گل خام جامد یه دفعه پر میزنه و نفس میگیره و پرواز میکنه و میشه جاندار. من این کار رو میکنم، البته همه اینا رو مقید میکنه، به اذن خدا این کار رو میکنم. یکی از چیزهای دیگه ای که خبر میده حضرت عیسی اینجوریست، میفرماید که و اونبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، من خبر میدم به شما اون چیزایی که تو خونه هاتون ذخیره کردید، برنج دارید، روغن دارید، مثلا غند دارید، حالا فرض دارم میگم، هر چه تو خونه هاتون ذخیره کردید و هر چه تو خونه هاتون میخورید، من عیسی خبر دارم. اینا همه چی میشه؟ علم غیب میشه. چطور راجع به پیغمبر اسلام شما میگید که پیغمبر اسلام علم غیب ندارد؟ یک آیه رو دیدی، آیات دیگرش رو هم ببین. شاهدی دیگر هم اگر بخوام بیارم خیلی طولانی نشه، اجازه دارم؟ بفرمید، بفرمید. در سوره کهف، سوره کهف داستان خضر و حضرت موسی رو میاره، هم آشنا هستید. هر سه مطلبی که در اونجا هست علم غیب است. علم غیب نیست؟ میگه حضرت موسی طبق دستور الهی مأمور شده که با اون عبد من عبادنا، که ما اسمشو میذاریم خضر، حالا بعضیا میگن خضر بوده یا نبوده، اون خیلی مهم نیست. قرآن میگه عبد من عبادنا، یه عبدی از بندگان ما، برو پیشش درس ها رو ازش فرا بگیر، یه درس های خاص. خب رفت اونجا، سوار کشتی شدن، شروع کرد به سوراخ کردن کشتی. حضرت موسی اعتراض کرد. اینا همه ای که دارم میگم در سوره کهف اومده، مؤمنین آشنا هستن. اومدن کنار ساحل یه بچه ای رو کشت بدون مقدمه، یه بچه ای کنار ساحل داره بازی میکنه، خز این عبد من عبادنا زده او رو کشت. حضرت موسی دوباره عصبانی شد، رفتن وارد یک روستایی یا شهری شدن، اونا به اینا نه نان دادن نه آب دادن، دارن بر میگردن، فرمود که حالا وایستیم اینجا دیواری را آباد بکنیم. بعد از این که میخوان جدا بشه، حضرت خضر میاد اسرار این مطالب رو بیان میکنه. شما دقت بکنید، همش خبر غیبی است.
یعنی سالها بعد قرار اتفاق بیفته، همه قرار بعدن اتفاق بیفته. میگه اما کشتی رو که سوراخ کردم، یه پادشاه غاصبی بعدن میخواد بیاد کشتیهای سالم رو میخواد جمع بکنه، من سوراخش کردم که اینو نگیره. خب تو اینو از کجا فهمیدی؟ قرار بود که فقط علم غیب رو کی داشته باشه؟ خدا داشته باشه. این یه آدم یا عبد من عبادنا خدا داره خبر میده. پس معلومه که خدا علم غیب را در اختیار یک عده قرار میده. اون بچه را چرا کشتم؟ میگه برای اینکه این اگه میموند یه آدم بیرحمی میشد، پدر و مادرش را اذیت میکرد. این که خبر غیبیست، خبر از آینده خیلی دورتر. این اگه بمانه بزرگ بشود چه میشود؟ همینجا جلوش گرفتیم. این خبر غیبیست. اون دیوار را چرا خراب کردی؟ پای این دیوار، خب اگر حضرت موسی میدید که اعتراض نمی کرد. پای این دیوار، زیر این دیوار یک گنجه، یک کمی بمانه اون گنجه میزنه بیرون. ما درستش کردیم که اون گنجه بیرون نزنه، چون اون گنج مال دو بچه یتیمه و اونا پدر و مادر پدرشون آدم خوبی بوده، این باید برسه در. اینی که داره میگه همه اخبار، اخبار چیه؟ غیبی است. درست. حالا جناب استاد، من داشتم نگاه میکردم این دو دسته از آیاتی که شما بیان فرمودید، یک جا اشاره به این که علم غیب در اختیار اولیا قرار میگیره، از اون طرف هم وجود مقدس پیغمبر گرامی اسلام به صراحت همون آیه‌ای که در ابتدا فرمودید لو کنتو اعلم الغیب، این اشاره میکنه که من علم غیب ندارم، اگه داشتم میتونستم خیلی کثیر برای خودم جمع کنم. این تناقض بین این دو دسته آیه وجود نداره؟ به حسب ظاهر همینطوری که میفرمایی یه تناقضی احساس میشه، یعنی مثل این که خداوند اینجا دو جور حرف زد. یه جا به پیغمبر اسلام اشرف رسولش میگه رسما اعلام بکن که من علم غیب نمیدانم، یه جا به مثلا حضرت عیسی یا اون عبد من عبادنا یا به پیغمبران دیگه اشاره میکنه به اونا علم غیب داده. یعنی بالاخره به پیغمبر اسلام علم غیب داده یا نداده؟ ببینید اینجا دو مطلب است. اون نفیی که اتفاق افتاده نفی استقلالی مراد است، یعنی من بدون وحی خداوند علم غیبی ندارم. عنایت فرمودی که از شد نفی استقلالیت بهش میگن، من مستقلن بدون تعلیم الهی علم غیبی ندارم. علم غیب استقلالی و ذاتی فقط مال خداست، حتی به دیگرانم که داده می شود با اجازه خداست. پس بنابراین آیاتی که نفی علم غیب می کنه منظور علم غیب استقلالی و ذاتی است، آیاتی که اثبات علم غیب می کنه میگه نه یه عده بلدن، اون علم غیب تعلیمی است، یعنی به تعلیم الهی این علم غیب در اختیار یک عده قرار می گیرد. اون نفی به استقلال خورده، این به قسمتی دیگر. پس بنابراین ما هم میتونیم بگیم هر دوش سر جای خودش درسته. پیغمبران و همه کسانی که ما دربارهشون علم غیب قائل هستیم، علم غیب ذاتی استقلالی من دون الله بفرمایید چی؟ ندارند. علم غیب استقلالی فقط مال خداست، مال کسی دیگه نیست. و ما یعلم الغیب الا هو، غیر از خدا کسی علم غیب ذاتی و استقلالی ندارد، هیچ پیغمبری ندارد. اینو داره نفی میکنه. اما از اون طرف علم غیب تعلیمی چطور؟ یعنی به تعلیم از ناحیه خداوند چطور؟ میگه تلک من انباء الغیب نوحیها الیک، اینا از اینایی که دارم میگم اینا اخبار غیبی است که من دارم برات وحی میکنم. یعنی علم غیبی که به وحی الهی باشد چرا دارن؟ پس ندارن یه جاییست، دارن مال جایی دیگه. حالا باز یه سوال و یه شبهه دیگه مطرح میشه، چون اساسا شبهه‌ای که مطرح میکنن جناب رستم نژاد در خصوص علم غیب ائمه معصومین علیهم السلام هست. خب شما ثابت کردید که اولیاء الهی، حالا پیامبر برای نمونه مثال دارید، حضرت خضر نبی پیامبر گرامی اسلام دارای علم غیب هستن، ما چطور میتونیم ثابت بکنیم که ائمه ما هم دارای این علم هستن؟ اون دیگه درون مذهبی میشه. یعنی ما یه بخشی از مطالب برون مذهبی هست، یعنی داریم مثلا با وهابی سخن میگیم، یه بخشی از اعتقادات هست مال درون مذهبی است. ما تا اینجاشو از قرآن انتظار داریم، این که آیا کسی
غیر نبی ها همین اصلش رو اثبات میکنیم. آیا کسی غیر نبی میتواند علم غیب داشته باشد؟ ما میگیم بله میتواند. کسی غیر از نبی میتواند علم غیب داشته باشه؟ از قرآن اثبات میکنیم که بله میتواند. کسانی هستند که قرآن به اینها نسبت علم غیب داد در حالی که پیغمبر نیستن، مثل کی؟ مثل همین عبد من عبادنا، همینی که در سوره کهف اشاره کردم. پیغمبر زمان اون زمان کی بوده؟ حضرت موسی بوده، صاحب شریعت حضرت موسی است، اما اون عبد من عبادنا علم غیب دارد. پس افرادی هستند پیغمبر نیستند اما علم غیب دارند. همین قدر ما از قرآن، یعنی این مقدار اصلش رو از قرآن اثبات میکنیم، اما بقیه اعتقادات ماست. ما چرا این حرف رو میگیم؟ برای خاطر اینکه پیغمبر فرموده. پیغمبر فرموده، البته اگر بخواهیم از قرآن فاصله بگیریم بریم از طریق روایات صحبت بکنیم، حتی از منابع اهل سنت هم قابل اثبات است. در تمام منابع شیعه و اهل سنت اومده لحظه آخر عمر پیغمبر اسلام، امیر المؤمنین گوشهایش رو به امر پیغمبر نزدیک لبان مقدس رسول الله کرد و بعد از لحظاتی پاشد، ازش سوال کردن که یا امیر المؤمنین چه اتفاقی افتاد؟ فرمود علمنی الف باب، هزار در از درهای علم را پیغمبر برای من باز کرد. یه لحظه، بله یه لحظه، ما از این علم ها داریم. اهل بیت علمشون این گونه است، استاد نمیبینه جز استاد اینجوری، استادش متصل به وحی است. از این علم ها بله ما از طریق روایات برای ما قابل اثبات، به هزار دلیل قابل اثبات. و اینکه پیغمبر فرمود، شیعه و اهل سنت متفقا این روایت رو نقل کردن، پیغمبر فرمود انا مدینه العلم و علیون بابها، جالب است این روایت رو وهابیون هم قبول دارن، همین این روایتی که عرض کردم انا مدینه العلم و علیون بابها از بزرگترین های اهل سنت وهابی امروزه از حدیث شناسان آلبانی هست. ایشون کتابی داره، کتاب که میگم خودش مجلدات زیاده، بیش از 10 جلده، سلسله الاحادیث الصحیحه، یعنی سلسله و زنجیره احادیث صحیح، اینا رو اومده جمع کرده، همه رو جمع کرده. از جمله روایاتی رو که ایشون آورده، این وهابی روزگار حدیث شناس ما، همین حدیث انا مدینه العلم و علی بابها، من شهر علمم و امیرالمؤمنین علی باب این شهر علم است. ما علم اهل بیت رو از این روایات اثبات میکنیم. بسیار عالی. البته از قرآنش هم قابل اثبات است. و من عنده علم الکتاب داریم و اورثنا الکتاب داریم در قرآن. حالا اونا هم چون متکی به خود روایات میشه، من به همین مقدار اکتفا میکنم. میگه نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. واقعا علم غیبی که در نزد ائمه معصومین و پیغمبر گرامی اسلام هست، بدون اینکه مکتبی برن، کلاسی برن، درسی برن، به لطف حضرت حق بهشون داده شده و ما به این اعتقاد داریم و خیلی هم در طول تاریخ البته این رو به عینه دیدن در زندگی ائمه.